سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی افغانستان. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که بزودی به انحصار شبکه فایبر نوری خاتمه میدهند تا تمام شرکت های مخابراتی به گونه آزاد اینترنت با کیفیت به مشتریانشان عرضه کنند. مقام ها در وزارت مخابرات همچنان میگویند بزودی با هزینه 3 میلیون دلار ولایت کنر هم به فایبر نوری وصل می شود. حکومت برای جلب سرمایه گذاری های خارجی تلاش می کند. رئیس جمهور غنی در سفرهای اخیرش به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور گفته است که افغانستان مکان خوب برای سرمایه گذاری های خارجی می باشد. و برای بحث بیشتر محمد شبیر بشیری، آقای اقتصاد اینجا با ما هستند. و آقای بشیری سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. شکر، سلام. آقای بشیری، در حال حاضر به نظر شما چقدر فرصت سرمایه گذاری در افغانستان مساعد است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت شما. علیکم. همکاران تکنیکی، بیننده های بسیار خوب برنامه زیربنای تلویزیون آریانا نیوز و مردم عزیز ما، چقدر فرصت ها، زمینه ها و بستر های سرمایه گذاری در افغانستان فراهم است یا مناسب است؟ این را می خواهیم که در دو بود مورد تحلیل و بررسی و ارزیابی قرار بدیم. بود اولی که افغانستان در بین کشورهای آسیای مرکزی و روسیه و روسیه سفید و امی حوزه کشورها مقام اول از لحاظ پالیسی هایی که سهولت زا باشه برای سرمایه گذاری. در نشستی که تقریبا دو هفته قبل یا سه هفته قبل در دبی برگزار شد، مقام اول گرفت افغانستان از لحاظ اسناد پالیسی و سهولت هایی که میتونستیم اینجا سرمایه گذاری در افغانستان فراهم کنیم. ولی از این کرده بر ما معتبرتر گزارش بانک جهانی است. و گزارش بانک جهانی چرا بر ما معتبر است؟ به خاطر که هر سرمایه گذار خارجی که میخواد یک نقطه را انتخاب کنه و یا بره سرمایه گذاری کنه یکی از کشورهای جهان، امی گزارشات بانک جهانی بر از اونا حیاتی هستند. و گزارشات بانک جهانی در حقیقت سیاست های سرمایه گذاریشان است. اونا را سرمشق کار خود گزارشات بانک جهانی را قرار میدن. بانک جهانی در سال 2016 که ردبندی کرد کشورها را از لحاظ سهولت و فرصت بر سرمایه گذاری، در بین 190 کشور افغانستان مقام 183 گرفت که در حقیقت 6 بلند نزول نشان میداد نسبت به سال 2015. ما در سال 2015 مقام 177 داشتیم، با در سال 2016 مقام 183 از لحاظ 11 معیار و شاخص رکونا برای فراهم بودن کشورها به منظور جلب و جذب سرمایه گذاری تعیین کرده بودند. و شاخص های بسیار ابتدایی هستند که هم مربوط به عملکرد استراتژیک میشن و هم مربوط به پالیسی و قوانین ما. یکی از شاخص هایش برق هستند، انرژی، سهولت انرژی برق. بس دیگه استخدام هستند که چقدر میتونیم استخدام سطح بالا بریم در بس سرمایه گذاری ها. و همونطور بس پالیسی هستند، بس قوانین هستند، بس هماهنگی سکتور با دولت هستند از لحاظ پالیسی و قوانین. این شاخص ها هستند که مجموعا 11 شاخص میشه و یا معیار که افغانستان مقام 183 گرفتن از لحاظ فراهم بودن بستر سرمایه گذاری. یک بس که میشه که او را باز در تحلیل بسترهای سرمایه گذاری و سهولت ها باز در او قسمت او را به اصلاح شامل تحلیل بسازیم که وقتی که ما مقام 183 داریم دیگه میگه رنگم ببین حالم بپرس. حالا آقای بشیری، به نظر شما چقدر امکانات فراهم است و برای یک سرمایه گذار خارجی که میخواد بیاید در اینجا سرمایه گذاری بکند کدام امکانات باید برای اونها فراهم باشه؟ خب امی 11 اولویت، امی 11 معیار، امی 11 شاخص. در قدم اول شروع کاربار است یا بزنس استارت میگیم که ما در امی سال 2016 در این گزارش بانک جهانی مقام 42 گرفتیم. در یک شاخص مقام چند خوبتره در جهان داریم، مقام 42 در شروع کاربار. در یا 9 یا 10 شاخص دیگه ما جایگاه چندان خوبی در سطح جهان نداریم. بس پالیسی را مطرح کردم، بس انرژی برق است، بس سهولت برای ریلیز لایسنس و یا هم
جوازه که یک کاروبار شروع میشه، بحث کامپلیکیت بودن سیستم مالیاتی هستند که اونا بررسی میکنن و یکی از معیارات است که در سطح جهان مورد پیمایش قرار میگیره. اینا چیزهایی هستند که از دید بانک جهانی کشورها را میتونن توسط از معیارات رده بندی کنن از لحاظ سهولت های سرمایه گذاری، و بعد سرمایه گذارها و کشورهایی که در سطح جهان در بحث نت کپیتال اکسپورتر قرار دارن. بحث نت کپیتال اکسپورت به این معنی که بیشترین سرمایه گذاری را خارج از کشور انجام میتن که به اون میزان سرمایه گذاری دیگه در داخل کشورش هیچ کشور دیگه یا خارج از یا کشور خارجی انجام نداده، که در این بحث فعلا چین با کسب 24% در صدر جدول قرار داره. بعد از جرمنی است، بعد از جرمنی ژاپن است که مقام سوم گرفتن، چین و جرمنی مقام اول دوم هستند. این به این معنی است که یعنی اینا بیشترین سرمایه گذاری های خارجی دارن. یک بس است. بس دیگه ای هستند که ما راهکارهای ملی تعریف شده نداریم در افغانستان، سردرگم ماندیم، داریم یک کنیم ده ما یک سردرگمی روان بودیم. خطوط اساسی از لحاظ سرمایه گذاری بالای زیرساخت های اقتصادی تعریف نبود، خطوط اساسی از لحاظ صادرات، خطوط اساسی از لحاظ، گرچه قانون سرمایه گذاری ایجاد شد و اولین ماده دوم از او فکر کنم سرمایه گذاری را تعریف میکنه که چی است. آقای بشیر، خب قانون چقدر استفاده میشه و علت این که در سال پار سرمایه گذاری ها کاهش پیدا کرد چی بود دقیقاً؟ علت استراتژیک ترین و راهبردی ترین علت که ما یک رقم به دست ما رسیده بود در سال 1395 که 25% رکود نشان میداد در فعالیت های تشبث و تولید و صنعت در افغانستان. 100 چند فابریکه در قندهار بسته شده بود، چندین شرکت ساختمانی فسخ جوازشان را پیشنهاد کردن. یا ارقام است که ما میتونیم که بگوییم و به دست ما میاد. ولی راهبردی ترین دلیل از دید من قسمی که خدمتتون عرض کردم، عدم یک چارچوب منظم به منظور عمل کرد، به منظور حرکت. خطوط اساسی اقتصادی افغانستان در چارچوب استراتژی ملی انکشافی تعریف نشده، و حتی این عدم همین خطوط اساسی، عدم تعریف شدنش، عدم راهکارهای ملی ما تعریف شدنش باعث شد ما سردرگم باقی بمانیم. حتی تشخیص ندیم که در بحث نت کپیتال اکسپورتر در جهان کی مقام اول داره که بریم او را جلب کنیم برای سرمایه گذاری. ما استراتژی منطقه‌ای تعریف شده نداریم. یعنی استراتژی منطقه‌ای ما به این معنی که خطوط اساسی ما در چارچوب یک استراتژی مشخص باشه و ما به اساس از اون خطوط اساسی با قدرت‌های اقتصادی را در منطقه مشخص بسازیم و را جلب کنیم به سرمایه‌گذاری. این عدم داشتن یک استراتژی منطقه‌ای باعث از شد که رئیس جمهور ما بره به سنگاپور و استرالیا و هندونزیا و اونا را بگن بیاین سرمایه‌گذاری کنین، در حالی که کشورها حتی سفارت در افغانستان ندارن. و در بحث نت کپیتال اکسپورتر یا بحث که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری ها را کشوری که خارج از کشورش انجام داده که چین با 24% در صدر جدول جهان قرار داره، خوب بود که ما چین را دعوت میکردیم که سرمایه‌گذاری میکردن. ولی اول شرط اساسی برای سرمایه‌گذاری هی هستند که شما اول خود متحد به سرمایه‌گذاری در داخل کشور شد. یعنی اول باید ما خود ما سرمایه گذاری کنیم و سرمایه گذار داخلی را برش فرصت فراهم کنیم. بس هم اینجا هست که کشورهای استرالیا، سنگاپور و اندونزیا چقدر دقیقا علاقمندی دارن که بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن و آیا اونا دقیقا با افغانستان همکاری خود ادامه میتن یا خیر؟ خب ببینین، امروز در سطح منطقه و جهان همی بحث سرمایه گذاری، بحث واردات و صادرات بالای هم دو تیوری هر قدر که کنان باشه، باز هم دو تیوری به اصطلاح دو ستون است، دو ستون بسیار اساسی. با اساس هم دو تیوری مزیت مطلق و مزیت نسبی استوار هستند. اونا بررسی میکنند که در افغانستان اگر تعاملات داشته باشند، ترانزیت، واردات، صادرات و سرمایه گذاری داشته باشند، چقدر در کدام سکتور مزیت مطلق دارند، در کدام سکتور مزیت نسبی میتونند داشته باشند. این دیل و معاملات به اساس منافع دو جانبه صورت میگیرد. سنگاپور یکی از کشورهای در سطح جهان که شدیداً در حوزه اقتصاد بازار یکی از کشورهای پیشرفته است. یعنی نمونه است، نمونه کشور با توسعه یافته در اقتصاد بازار. دوم یکی از اقتصادهایی است که وابسته به صادرات است. اقتصاد صادراتی داره. سوم یک ویژگی بسیار جالبی که در اقتصاد سنگاپور است، در پس کمپوزیشن جی دی پیش یا ترکیب تولیدات ناخالص داخلیش که از سه سکتور معمولا متاثر می باشه، سکتور زراعت صفر است. بیشتر سکتور صنعت و خدمات و سهم دارند جی دی پی سنگاپور. استرالیا یکی از کشورهایی است که سیاستش، اقتصادش، پالیسیش توسط برتانیای کبیر مدیریت میشه، اونجا شعاع بیشتر داره و یکی از
نظام‌های بسیار باثبات و قوی مالی جهان داره که در سال در بحران مالی 2009 کمتر متاثر شد. اندونزی یکی از پرنفوذترین کشورهای منطقه و جهان است، در قدر در کاتگوری 3 و 4 بیشتر از 120 میلیون قوای کار داره، شدیداً در حال توسعه است و کشوری است که اقتصادشان با ابتکار عمل خود ساختند. ولی اونا در کوتاه تا میانه مدت از دید من نه با سنگاپور کدام مزیت مطلق و نسبی دارم، نه با استرالیا، از دید من نه با اندونزی، اونا حتی سفارت با ما ندارن. ما اگر استراتژی منطقه ای خود تعریف میکردیم، در این استراتژی ما پیشنهاد میکنم که شما چین دورنما استراتژی که چین مورد مطالعه قرار بدین، دورنما استراتژی که قدرت هایی را که قرار است در سال 2030 قدرت های اقتصادی جهان شوند، مثلا چین با 18% سهم در کل اقتصاد جهان قرار است در سال 2030 در صدر جدول قدرت اقتصاد جهان قرار بگیره، در حالی که ایالات متحده آمریکا به مقام دوم میآید با 10% سهم. اقتصاد بسیار جالب دیگه که عبارت از اقتصاد هند است که با 6% سهم در کل اقتصاد جهان ما جایگاه سوم میگیره. این اقتصادها که قرار است در آینده بر قدرت ها شوند، در پهلوی ما، در منطقه ما، در نزدیکی ما قرار دارند. آقای بشیری، ما چی نیاز که بریم با استرالیا؟ سه کشوری که ما نام بردیم چقدر گذشته با افغانستان همکاری داشتند و دقیقاً در حال حاضر چقدر امکانات است که اینا بیاین اینجا سرمایه گذاری کنند؟ خب همون قسم خدمت، یا این تنها میتونه یک حرف باشه که ما استرالیا، اندونزیا و سنگاپور دعوت کردیم که بیاین اینجا سرمایه گذاری کنند؟ خب امی دعوت به اساس امروز، خب ما تنها در افغانستان با توکل به خداوند پیش میریم، هم از لحاظ انفجار نفوذ معیار تعیین نیست که خانواده باید چند دانه، و در آینده ما چقدر منابع داریم با تقسیم از ایشا، چقدر از تکنولوژی کار میگیریم. ما خیلی چی برنامه ها روی دست نیست، حتی من میترسم که انفجار نفوذ در جنوب آسیا 2% است، ما با کمبود منابع محدود انفجار نفوذ به این واسه فاجعه انسانی رخ نده و اصطلاح از فقر و گرسنگی. این برنامه ها نیست، ولی اون کشورها بسیار به اساس برنامه دقیق در چارچوب تکنولوژی پیش میرن، بررسی میکنن که چی نوع مزیت در افغانستان با ما تعاملاتشان دارن. مثلا سنگاپور صادراتی صنعتی هستند، صنعت بسیار خوب دارن صادر میکنن، ولی ما حتی هم قسمی که خدمتتان عرض کردم سفارت از این سه کشور نداریم. وقتی که سفارت از این سه کشور نداشته باشیم، همیشه با یک میانجی روابط دیپلماسی و سیاسی داشتیم. مثلا اساکر استرالیا در چارچوب ناتو دیجا بود، کمک های بلایواز میکردن به منظور انکشاف، ولی او کمک هم قسمی که شما آگاه هستین که هیچ مقدار از کمک های استراتژیک سرمایه‌گذاری نشد، حیف مایل شد و خراب شد رفت. بنابراین من فکر میکنم که برای از کوتاه تا میانه مدت دولت افغانستان استراتژی منطقه و جهانی را شان اگر تعریف میکردن، اینجا دو قدرت اقتصادی را رها کردن، رفتن پیش استرالیا و سنگاپور که بسیار دور و به هیچ مزیت هم در کوتاه تا میانه مدت ما نداریم. ما در صورت با استرالیا و سنگاپور و این کشورها، اقیانوسیه و این کشورها میتونیم تعاملات داشته باشیم که در دراز مدت ما یک مقدار از لحاظ ظرفیت های داخلی تقویت شویم، یک مقداری دو بلاک اقتصادی جهان بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنند، مثل چین و هند و جرمنی که جایگاه دوم در بحث نت کپیتال اکسپورت داره، اینا بیان سرمایه گذاری کنند. بعد اونا میبینن که کشورهایی که آینده شگوفا و آینده خوب در جهان از لحاظ قدرت های اقتصادی برشون پیش بینی شده در افغانستان سرمایه گذاری کردن، کنا هم بیاین بکنن. حالا آقای بشیری، به نظر شما حکومت قبل از رفتن به این سه کشور چگونه یک برنامه ریزی مشخص می داشتن و علت این که در گذشته ها ما نتانستیم یک چارچوب منظم بر جلب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم چی بوده و در اینجا ادارات که مربوط به این بخش است وظایفشان چی بوده و چرا این کار را انجام ندادن؟ یک سری اسناد دیولپ شده، مثلا قانون سرمایه گذاری در تحت اثر یک شورای عالی سرمایه گذاری جور شده که بازو نظارت میکنه از ابعاد تطبیقی از او و غیره، مثلا پالیسی سرمایه گذاری در چارچوب همین قانون سرمایه گذاری ایجاد شده. ولی یگانه چیزی که به عنوان یک مشکل راهبردی دیگه احساس میشه، عدم هماهنگی سکتور با دولت، اما در بالخصوص در مسائل ایجاد کردن اسناد و دیولپ کردن پالیسی و قانون، اینجا قدم همکاری دولت با سکتور خصوصی محسوس بود. دوم، امی سیاست و پالیسی و چارچوب و ساختار اقتصاد بازار آزاد درست نه درک شد در افغانستان، نه هضم شد در یک و نیم دهه، در حالی که اگه کار صورت می گرفت از ترکیب سازمان بازار، سازمان اجتماع و سازمان دولت کرده، هیچ ترکیب مطلوب دیگه در نظام ها و سیاست های اقتصادی در جهان نیست. ولی اصل های اقتصاد بازار آزاد است که سه سازمان باید با هم کار کنند:
سازمان اجتماع، سازمان بازار و سازمان دولت که همین سکتور خصوصی و مردم هام و دولت هستن. بنان همین تلفیق به صورت موثرش در افغانستان صورت نگیر. به نظر شما چرا سکتور خصوصی با دولت یک هماهنگی درست نداره و نداشته تا حالا؟ همو قسمی که خدمت رو عرض کردم، خطوط اساسی ما واضح نیست. هنوز هم ما در استراتژی ملی انکشافی خود، در بحث خطوط اساسی اقتصادی، در بحث استراتژی های منطقه‌ای و جهانی خود، اگر ما یک دورنمای متحد الشکل می داشتیم، ما در یک دهه تنها 7% سرمایه گذاری بالای سکتور زراعت شاهد نمی بودیم و در همین دهه 40% سرمایه گذاری بالای سکتور ساختمان شاهد نمی بودیم. باید این 40% سرمایه گذاری بالای سکتور زراعت صورت می گرفت که ظرفیت جای کار داره در افغانستان، اقتصاد افغانستان وابسته به سکتور زراعت است و در ضمن جی دی پی افغانستان باید بیشترین سهمش از سکتور زراعت داشته باشه و متاثر باشه. این عدم مشخص بودن این راهکارها باعث سردرگمی شد و ما امروز 84% نابسامانی اقتصادی داریم. نابسامانی اقتصادی مستقیما مربوط به خانواده ها میشه، هاوس هولدز میگیمش. خانواده های افغان 84% مستقیما نابسامانی اقتصادی داره که ناشی از درآمد پایدار، کار سالم، محیط زیست سالم و در ضمن آموزش پرورش میباشه. حالا آقای بشری، به نظر شما ما تا چه زمان دیگر به این سردرگمی به سر خواهیم برد؟ تا زمانی که جامعه جهانی، جامعه دولت افغانستان راهبردی و استراتژیک عمل نکنند. راهبردی و استراتژیک عمل کردن به این معنی که نظر به جو اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که چهار پایه و یا چهار اصل توسعه هستند. شما جامعه افغانستان بسیار دقیق لایه برداری کنین، یک جامعه شناسی بسیار دقیق انجام بدین که مرتکب از امروز توسعه اقتصادی بدون جامعه شناسی دقیق امکان از دید من نداره. این جامعه شناسی صورت بگیره، خطوط اساسی تعیین شوه، مشخص شوه که بالای کدام سکتور در قدم اول، در کوتاه میانه و در از مدت ما مزیت داریم تا شود زیربنای اقتصادی افغانستان شکل بگیره و تولید و صنعت در افغانستان ایجاد شود. ما از مرحله هیچ امکان نداره که ما از مرحله زراعت اگنور کنیم بریم به مرحله صنعت. ما همین دو کشور مثلا چین و جرمنی که مقام اول دوم در سطح جهان داره، هر دو کشور شما تاریخ اقتصادشون مطالعه کنین از مرحله زراعت به مرحله صنعت رفتن. ای در بخش پالیسی خطوط اساسی ما مشخص شد و در بخش عملکرد عملکردهای متحدانه و با اراده داشت. آقای بشیری، پول های خیلی زیاده در بخش های زیربنایی کمک شد، چرا در این بخش ها به نظر شما علت چه بوده که کار نشده؟ عدم ظرفیت بوده و یا اینکه کار به اهل کار سپرده نشد؟ خب هر چیزی که شما احساس میکنید، قطع رجال بودن، کار به اهل کار سپرده نشدن، عدم ظرفیت، عدم مشخص بودن پالیسی ها و راهکارهای دقیق به منظور عملکردهای استراتژیک ما، عملکردهای غیر راهبردی جامعه جهانی، ایجاد ادارات موازی در راستای مصرف پول ها که برای پروژه های رفاهی و زیربنایی تخصیص شده بودند در چارچوب اینجوگرایی و مؤسسه و غیره، و عدم توانایی دولت از لحاظ ظرفیتی که پالیسی هایش با پالیسی های جامعه جهانی هماهنگ می ساخت و یک چارچوب تعیین می کرد و از تمام دونرها خواهش می کرد که بر اساس این چارچوب اگر شما فنتان ریلیز می کنین ما مزیت داریم، اگر خارج از چارچوب ریلیز می کنین بنان ما را سهم شما تشکر، ما معذرت می خواهیم، سهم شما را که مزیت پایدار بر افغانستان نداشته باشه قبول نمی کنیم. این کارها صورت نگرفت و هر کس آمد از هر اینجهو یک مقدار پول حیف و میل شد، یک مقدار پول در بودجه انکشافی غیر معیاری، غیر اختیاری قرار گرفت. و حتی من یکی از حرفا را شنیدم که از یکی از وزیرای سابق کابینه که گفتن ما مأمور شدم که از جامعه جهانی بخوایم که شما خود در بحث مصرف بودجه تان و فنتان با ویژه بودجه انکشافی با ما خود هماهنگ بسازید. میگه برای ما جواب منفی دادن که ما خود ما میفهمیم چه رقم مصرف کنیم. این عملکردها باعث ازی شد که ما امروز هنوز هم یک کشور نهایت مصرفی و یک کشوری که دارای اقتصاد ضعیف در منطقه باشه هستیم. آقای بشیری، پول های دیگری هم از طرف کشورهای کمیشه به افغانستان همکار بوده، کمک شده و اگر بازم ما یک استراتژی که مشخص نداشته باشیم این پول ها حیف و مال شود، باز هم وضعیت به کجا کشان؟ هیچ تغییر شما احساس نمیکنه، هیچ تغییر شما احساس نمیکنه تا زمانی که عملکرد زیربنایی نداشته باشیم. من یک مثال براتون میدم. این تا زمانی که شما میگه محصولات یک روستا را توسط یک سرک با بازارهای مرکز وصل نکنین، در حقیقت محصول زراعتی ام روستا هیچ نوا تأثیری را نمیتونه که در تولیدات ناخالص داخل یک کشور ایفا کنه. روی از این ملحوظ تا زمانی که عملکردها زیربنایی نباشه و استراتژیک نباشه، هر قدر پول دگام که بیه مانندمو
چند میلیارد اقامت آیفون های میشه. در پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه برای اینکه باسم افغانستان بتونه یک بسر خوبه برای سرمایه گذاری شود و در اینجا حکومت چگونه برنامه های لازم باید داشته باشه، خیلی کوتاه. خب خود برابر کنیم با می ده میاره که بانک جهانی تعیین کرده و می ده میار یا 11 میار به اساس از امو پیمایش میشه سطح سهولت سرمایه گذاری ها در افغانستان، ساده ترین رایش و راهی که مربوط عملکرد و پالیسی دولت میشه، استراتژی های مشخص و راهکارهای مشخص خود دیولپ کنه که کرده، ولی او هنوز ابعاد تطبیقیش و منظور از اینکه ما نابسامانی سیاسی داریم ممکن نیست و در بس عملکردهای استراتژیک باید بالای سکتورهای سرمایه گذاری شود که بقای پایدار میتونند بر افغانستان و مردم افغانستان داشته باشند، یعنی رفاه پایدار. خیلی سپاس محمد شبید بشیری، کارشناس اقتصادی، از اینکه در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروزه کابل. یک دلار آمریکایی 67 افغانی و 70 پول، یک رو 71 افغانی و 98 پول، یک پاوند انگلیسی 84 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 8 افغانی و 42 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 1 پول، 1000 کلدار پاکستانی 626 افغانی و 1000 کلدار هندی 1029 افغانی و 8 پول. و این هم نرخ طلا. یک گرم طلای کویتی 2400 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 2300 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2480 افغانی، یک گرم طلای عربی 2350 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 1850 افغانی و یک گرم طلای روسی 1850 افغانی. و این هم نرخ مواد اولیه. یک کیلو شکر 58 افغانی، یک بوری آرد خارجی 1320 افغانی، یک بوری برنج خارجی 2350 افغانی، یک لیتر تیل پترول 43 افغانی و یک کیلو گاز 45 افغانی. سپاس از همراهیتان. تا این دم تا برنامه بعد، خدا نگهدار. We'll be right back.